به کانال فوتباس خیلی خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با خلاصه بازی دو تیم بایر مونیخ و موناکو از سری مسابقات دوستانه، آخرین بازی دوستانه بایر مونیخ قبل از شروع مسابقات بوندسلیگا هستش. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. همین اول ویدیو لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ترکیب. توی ترکیب تیم بایر مونیخ اول رایش در دروازه بود، مزروی دفاع راست، هاوارد دفاع آخر، کیم دفاع آخر، آلفونس دیویس دفاع چپ میزد، لئون گورتسکا هافبک دفاعی، لایمر هافبک دفاعی، جنبری، موسیالا و کینزلی کومان یه خط جلوتر و تل به عنوان مهاجم نوک در ترکیب تیم بایر مونیخ بودن. توماس توخل هم سرمربیگری این تیم رو بر عهده داشت و اونها با سیستم 4-2-3-1 به بازی اومدن. اما در مقابل تیم موناکو کون درن دروازه بود، ماگاسا، ماریپان و ماتسیما خط دفاعی تیم رو تشکیل میدادن، کامارا، فوفانا، وندرسون، هنری گوه درون خط هافک این تیم بودن، گلووین، مینامینو و یدر خط حمله این تیم رو تشکیل میدادن. مربی این تیم هم آقای هوتر بود و این تیم هم 3-4-2-1 به زمین اومد. اما میرسیم به اتفاقات مهم بازی. توی این بازی دقیقه 29 تاکومی مینامینو بود که کار رو یکیش کرد برای تیم موناکو و این گل آب سردی بود روی تن شاگران توماس توخل. اما خیلی زود اونها تونستن جبران کنن. لایمر دقیقه 31 تنها 2 دقیقه بعد از گل مینامینو تونستش که کار رو یک یک کرد. دقیقه 42 این بار موسیالا برای تیم بایر مونیخ گل زنی کرد و دقیقه 47 سرژ گنبری از روی نقطه پنالتی کار رو برای تیم بایر مونیخ 3-1 کرد. دقیقه 46 تعویض ها شروع شد. ماتیاس دلیخت جای بنجامین پاوارد و لروی سانه جای موسیالا برای تیم بایر مونیخ میدون اومدن. دقیقه 57 کامارا بازیکن تیم موناکو بود که یک کارت زرد رو گرفت. دقیقه 63 استانیسیچ به جای آلفونسو دیویس برای تیم بایر مونیخ توی پست دفاع چپ به میدون اومد. اوپامکانو جای مزروی اومد توی این بازی. دقیقه 63 کرادزیش جای مین جای کیم دقیقه 63 اومد و دقیقه 64 ما بنیدر بود که کارو 3-2 کرد و یک گل رو به ثمر رسوند برای تیم موناکو. اون گل هم از روی پنالتی بود. دقیقه 68 بود که لوروی سانه این دفعه گل زنی کرد و دروازه تیم موناکو رو باز کرد و به این ترتیب بود که بازی 4-2 شد. دیگه واسهتون تعویض‌های دیگر هم نمیخونم، همچنین اهمیتی هم نداشت. بازیکن‌های تقریبا جوان‌تر میدون اومدن برای تیم بایر مونیخ و ماگاسا دقیقه 90 برای تیم موناکو کارت زرد گرفت و یه اخطار گرفت توی این بازی و بازی هم 4-2 به سود تیم بایر مونیخ تموم شد. 59% مالکیت توپ توی این بازی برای تیم بایر مونیخ بود و 41% برای تیم موناکو، قابل پیشبینی هم بود. 8 شوت به سمت دروازه تیم بایر مونیخ انجام داد و 6 شوت تیم موناکو، 5 شوت خارج از دروازه، توپایی که در چارچوب نبودن تیم بایر مونیخ داشت و 2 شوت تیم موناکو، 6 تا کورنر تیم بایر مونیخ نستش بگیره و 2 تا کورنر هم تیم موناکو، 9 تا خطا تیم بایر مونیخ انجام داد و 12 خطا تیم موناکو. خلاصه بازی ها، اخبار فوتبالی، حواشی فوتبالی و داستان های جذاب فوتبالی، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید. از این به بعد احتمال زیاد اینطوری بشه برنامه که مثلا 5 روز 6 روز در هفته ما واسهتون خلاصه بازی بذاریم. روزی یه دونه 2-3 بستگی داره که اون روز چند تا بازی مهم باشه، چه توی ایران چه توی اروپا. ما سعی می‌کنیم که اکثر بازی مهم رو واسهتون پوشش بدیم. اما یکی دو روز هم ما اخبار فوتبالی، حواشی فوتبالی، داستان‌های جذاب فوتبالی و هر چیزی که شما بخواید واسهتون می‌ذاریم.
اگر هم خواستید توی کامنت ها واسه هم بنویسید که میخواید خلاصه بعدی بازی، بازی بعدی خلاصه بازی چه خلاصه بازی باشه و ویدیوهایی که دوست دارید درست کنم چیه.